آرزو من دستم که ثانیه ها و لحظات عمر شریفتان مالامال از یاد خداوند متعال باشه خیلی خوشحال هستیم که با ادامه برنامه آرفانه در خدمتان هستیم و امطور که از کردیم موضوع صحبت ما در برمه امروز در برای اهمیت ورع و نقشش در سیر بندگی خداوند متعال هست دعوت کردیم از استاد محترم دانشگاه و فاضل گرامی جناب استاد دکتر فسیحی. عرض سلام ما دکتر خیلی آمدین وقت بخیر. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم جوزاوردید اول حلول ماه مبارک و با برکت شعبان خدمت شما جناب آقای حسینی و عوامل محترم برنامه و همینطور همای بینندگان محترم برنامه عارفانه تبریک و تهنیت درس کنم و هدیه از طرف حضرت پیامبر گرامی اسلام برایشان تقدیم کنم که حضرت فرمود افضل الاعمال فی هذا الشهر الصدقه و الاستغفار در این ماه با عظمت شعبان یکی صدقه از بهترین اعمال است که مربوط میشه به فقرا یعنی به یاد دیگران باید بود و یکی هم استغفار که مربوط میشه به اینکه گناهان خودمان را باید به یاد داشته باشیم در خدمت شما هست هستین خیلی عالی تشکر می کنم از حسن مطلع زیبایی که به مناسبت حلول ماه شعبان فرمودین صحبت ما انشاءالله در ادامه بحثی است که هفته گذشته در همین روز یکشنبه خدمت هستالی بودیم و در رابطه با مفهوم شناسی و کلیاتی پیرامون بحث ورع مم. در خدمت از بودیم امروز ان بیشتر میخوایم در رابطه با جایگاه ورع صحبت بکنیم و اینکه چه مقدار میتواند در دینداری ما مؤثر باشه بفرمایید در جلسه قبل مفهوم مفهمشناس در مفهوم شناسی ورع از نظر لغت معنا کردیم ولی در اخیر اگر یاد بینندگان محترم باشه گفتیم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام یک معنای بالاخره عارفانه و عبودیت محور برای ورع ارائه کرد و از زبانشون نقل کردم که حضرت می الورع الوقوف عند شبهه شبه. یعنی خودداری کردن یا نفس خود را نگهداری کردن و محافظت کردن در مواجهه با شبهات شبهات هم یعنی کاری یا فعلی که حقیقتش را نمیدانیم چون ما وقتی از تقوا قرار استفاده بکنیم با چیزی با فعلی مواجه هستیم که حقیقت آن را میدانیم میدانیم مثلا این از محرمات میدانیم این معصیت اگر دانستیم این معصیت خوب دوری میکنیم اگر دانستیم که مورد امر خدای متعال انجام میدیم. ولی وقتی که میخوایم از ورع استفاده کنیم اون در جایی هست که ما با فعلی مواجه هستیم که حقیقتش را نمیدانیم و برای ما مشکوکه این یعنی شبه یعنی نمیدونیم چی هست لذا از وره میتونیم استفاده کنیم و اونجا توقف کنیم این یعنی وره بله اما راجع به موضوعی که فرمودید در باره یا اهمیت وره در سیر بندگی خدا ما خوب است که از اینجا شروع کنیم و همونطوری که روند برنامه عارفانه هم بر این است که شاگردی کنیم در محضر ائمه اطهار و قرآن عظیم الشان بله که هر اندازه که وسع ما توان ما کشش داره بتونیم از این دو مکتب ارزشمند که در واقع یکی هست بتونیم استفاده بکنیم بسیار عالی لذا آه بهتره بگیم که جایگاه ورع در دینداری ما چیست یا چگونه میتونیم ما از ورع در روند دینداری ما استفاده بکنیم درست. بالاخره برای متدینین این یکی از دقدقه هایی که برایشون هست مدل دینداری یا نحوه دینداری یا مثلا زوایای دینداری هست که چیگونه باید دینداری کنه تا مرزی رضای خدای متعال باشه بحنه. لذا اهمیتی که یا اولین چیزی که در دینداری اهمیت داره همون اه فرمایش حضرت امیر علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه است که حضرت می فرماید اول دین معرفت او یعنی رأس دین اولین مرتبه دین یا پایه و اساس دین داری معرفت خداست بالاخره همه متعلقات دین داری ما برمیگرده به خدا یا باید دستور خدا را اجرا کنیم بندگی خدا را انجام بدیم یا از محرمات و منحیات او دوری کنیم پس در واقع برمیگرده به شناخت و معرفت ما نسبت به خدا حالا ما داریم درباره وره صحبت میکنیم چرا یک مرتبه رفتیم سراغ معرفت خدا و اونم از زبان حضرت علیه السلام به خاطر اینکه یک حدیث قدسی در این بخش از برنامه خدمت بینندگان محترم تقدیم کنم که یا قبل از اینکه این حدیث بخوانم خوب است بگم که حدیث قدسی یعنی چی ها. حدیث قدسی روایاتی هست غیر از قرآن که از طرف خدای متعال بر پیامبر نازل شده ولی قرآن نیست, نیست. به اون روایات یا معارف و مطالبی که از سوی خدا بر پیامبر نازل شده میگن حدیث قدسی به. در یک تیکه از یک حدیث قدسی آمده که خدای متعال می فرماید یبن آدم تور را تعرفونی چه زیبا اینجاست که ما مثلا جایگاه ورع متوجه میشیم که خدای متعال خطاب به بنی آدم خطاب به فرزندان انسان میفرماید که ورع پیش کن یا با ورع باش تا به شناخت من برسی چه بالاخره از خطبه اول نهج البلاغه عرض کردیم که رأس دین یا رأس دینداری معرفت خدا هست اگر این معرفت حاصل نشه هر نوع دینداری که بکنیم هر تلاشی که بکنیم هر زحمتی که در راستای دینداری داریمان بکشیم به اون جایگاهی که باید برسیم نمیرسیم yes. چون بالاخره وقت حضرت امیر از رأس دین استفاده میکنه یا از اول این اول, اول دین معرفت رو چی به عنوان پایه یا اساس بگیریم چی به معنای رأس بگیریم چون در جاهای دیگر رأس دین هم آمده به موجودی تشبیه شده دین دی که خب رأس داره یا بس بنای تشبیه شده که پایه و اساس داره بالاخره بنای بی پایه و بی اساس فرو ریزه و موجودی هم که سر نداشته باشه کار ازش ساخته نیست در لذا حیاسی نداره بله بله لذا خدای متعال به بندگانش و به فرزندان حضرت آدم خطاب میکنه که اگر میخواید به معرفت من نایل شوید و چیکار کنید؟ تورده باید باوره باشید از اینجا مشخص میشه که ورع یا پرواپیشگی یا پارسایی یا همون وقوف در مواجهه با شبهات با افعال و اعمال مشکوک بست، بستگی داره به نوع معرفت ما بالاخره وقوف در نزد شبهات یک چیزی هست که فعل انجام دادنیه ولی معرفت چیزی هست که قلبیه به. یعنی فیزیکی نیست ربطی هم به اعضا فیزی... و جواره ما پیدا نمیکنه ولی وقتی که خدای متعال میگه که نه اگر میخواین به شناخت من برسید باید ورع پیشه بکنید از اینجا مشخص میشه و ما میفهمیم که پس رابطه اعمال با شناخت و معرفت و دینداری ما اینقدر مستحکمه که روی یکدیگر اثر میگذاره درسته در یک حدیث دیگر باز حضرت امیر علیه السلام نقل کرده که شبی که حضرت پیامبر به معراج رفته بود یک گفتگوی بین خدا و حضرت پیامبر اتفاق افتاده که وقتی حضرت برگشت اینو برای ما بازگو کرد لذا راوی حدیث امیر علیه السلام است در بخشی از این گفتگو آمده که خدای متعال به حضرت پیامبر فرموده یا احمد علیک بالورع فان الورع یقرب العبد الى الله تعالی من پیشتر گفتم که یکی از دغدغه های متدینین و دینداران شناخت خدای همینطور بله یکی دیگر از این دغدغه ها تقرب به خدای نزدیک شدن به خدای بالاخره ما در اعمال دینداری ما سرامد اعمال ما نمازه همینطور نماز ما چه رقم نیت میکنیم قربتا قربتا الله الله اکبر دوست. یعنی این نماز میخوانم فقط به خاطر اینکه ما رو به خدا نزدیک کنه این رو هم باز به با گوشی دل من داشته باشیم که بزرگان دین ما و در این حدیثی که خواندیم خود خدای متعال به حضرت پیامبر میفرماید که اگر قرار باشد به خدا نزدیک شوید تقرب پیدا بکنید بازم وره این غیر از اون نماز که گل سرسبد تمام اعمال عبادی انسان ها هست وره هم میتونه ما را به خدا نزدیک کنه یا احمد علیک بالوره ای احمد با باش چرا فان فا الورع يقرب العبد الى اونجا از احمد خود پیامبر مخاطب قرار میده ولی اینجا میگه نه اینطور نیست که فقط اگر تو باور باشی تو به خدا نزدیک میشی نه فان فا الورع يقرب العبد بله. الى الله یعنی هر عبدی هر بنده ای که باورع باشه و رعایت بکنه میتونه به خدا نزدیک بشه بسیار در ادامه همون حدیث آمده که ان الورع رأس الایمان و عماد الدین این با قرار شد موضوع برنامه ما چی باشه یعنی ورع یا نقش ورع یا اهمیت ورع در سیر بندگی ما از دینداری شروع کردیم چون بالاخره رأس همه امور بندگی ما دینداری اگر ما خارج از دین هر اعمال نیکی را که انجام بدیم به درد نمیخوره در این بخش حضرت خدای متعال و حضرت پیامبر میفرماید که ان الورع راس الايمان واظم شما ببینین ایمان یک چیز قلبیه در تعریف ایمان آمده دیگه یک چیز قلبیه که انسان باور میکنه تصدیق میکنه و اون را عمل میپذیره بله مثلا ایمان به خدا یعنی باور به خدا ولی خب ورع همونطور که در سیر معن... معنا کردن هاش آمدین تا اینجا رسیدیم مفهوم شناسی کردیم ورع یک چیزیه که با عمل مواجهه آدم در قبال عمل باید ورع رعایت کنه ولی در این تیکه از اون حدیث قدسی خدای متعال میفرماید که ورع رأس ایمانه تشبیه تشبیه جالبیه ایمان رو به یک موجود زنده تشبیه کرده که سر داره بالاخره کل یا بگم شاهرگ حیات موجود زنده به سرش وابسته است اگر سرش نباشه این موجود زمین میخوره حالا اگر موجود زنده در نظر بگیریم متعفن میشه انسان ها از اون بیزار میشه و هیچ کارایی و خاصیت دیگه پیدا نمیکنه وقتی میگه که ورع رأس ایمان هست یعنی اگر درجات ایمان ما به اعلی علین هم باشه ولی اگر در مقابل عمل در مقابل خدمت شما عرض شود که اعمال مشکوک و شبهناک توقف نکنیم خود خودداری نکنیم پارسایی نکنیم بازمون ایمان بار معنوی و عبودیت ما را به جایی نخواهد رساند بله. یک تشبیه خیلی جالب دیگه هم میکنه که و دین الدین باز ورع پایه دین همونطور که درباره نماز داریم ببینید چقدر تعبیرات تعبیرات جالب و شبیه همه همونطور که درباره نماز داریم ان الصلات عمود الدین یا الصلات عمود الدین اینجا هم داره که الورع عمود دین. پایه دین اساس دین ورع در ادامه میفرماین ان الورع مثله که مثل سفینه میگه که مثل ورع شبیه کشتی هست کشتی جایش در کجای در دریا در کارایی داره دیگه نه هر جا کما ان فی البحر لا ینجو الا من کان فیها کذالک لا ینجو الزاهدون الا بالورع میگه همونطور که در دریا فقط کسانی نجات پیدا میکنه که روی این کشتی باش باید. کسانی از غرق شدن نجات پیدا میکنه که به این کشتی خودشون رسانده باشه میگم اونم رقم زاهدون حتی زاهدون ز... زهاد یعنی کسانی که یک درجه از خیلی های دیگه بالاتره نه آدمای عادی حتی همین آدمای زاهد هم وقتی میتونه از منجلاب دنیا از منجلاب زندگی از اعمال و اف... اعمال و مشکوک نجات پیدا بکنه و خود غرق نشه که خودشونو به ورع رسانده باشه یعنی اهل ورع باشه در غیر این صورت مثل همون آدمایی که در دریا غرق شده و به کشتی نرسیده اینطوری خواهد بود بله یک نکته خیلی جالب دیگه هم در واره وره که به این بخش برنامه ما خیلی مرتبط میشه معروف است خطبه شبانی معروفه که حضرت پیامبر در آخرین جمعه ماه شعبان یک خطبه خواند و مردم را از آمدن ماه مبارک رمضان با خبر کرد بعد ماه رمضان و لحظاتش را شبهایش را روزهایش را همش تعریف کرد اعمالی که در این ماه انجام میشه همه را تعریف کرد تعریف کرد خب اگر فرصت باقی بود در ادامه برنامه ها به این خطبه خواهیم پرداخت بله حتما در یک بخش از این خطبه حضرت امیرالمومنین علیه السلام مثل یک شاگرد که از محضر استادش چیزی را میپرسه میپرسه که کدوم عمل در این ماه افضله کدوم عمل در این ماه بهتره که انجام میدیم و از ثوابش بهره مند در واقع جناب استاد در بهترین ماهی که خدای متعال قرار داده ماه مبارک رمضان بهترین عمل چیست؟ این از این شا... یک شاگرد زرنگ سوال برمیاد که حضرت ده. امیر مثلا اینجا ماه با این عظمت شناخته حالا میخواد بپرسه که بهترین عمل در این ماه با عظمت چیه حضرت پیامبر یک جواب مختصر میده میفرماید که الورع عن محارم الله بالاخره ماه رمضان اعمال فراوانی داره بحب. اعمال واجب داره اعمال مستحب داره شب هایی که بهترین حتی شب قدر در اون ماه هست که از هزار ماه از هزار ماه بهتره ولی پیامبر خواسته که با این جواب که به حضرت امیر میدهد به گوش همه ما و همه مخاطبانش در طول تاریخ برسانه که بله حتی در ماه رمضان هم اگر ورع پیشه بکنید این ورع بهترین عمل به خاطر از که بقیه عمل میتونه در سایه چتر ورع شبه. و مرتبه قبولیت برسد خدا خیر شما به خیلی نکاس ارزنده بود و بهره مند شدید جناب استاد فصیح بزرگوار بینندگان از و گرامی خوش من همچنان همراهی بفرمایید بخشی از مناجات زیبای شعبانیه را تقدیم شما خواهیم کرد و انشالله باز میگردیم تا با ادامه برنامه و این موضوع بسیار ارزشمند و کارا با شما باشیم با ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز هست موضوع صحبت ما اهمیت ورع هست در مسیر دینداری و بندگی خداوند متعال و کسب اجازه از استاد بزرگوار جناب آقای فسیحی حدیثی را از امام صادق علیه السلام تقدیم شما سروران گرامی میکنیم حدیثی که در واقع ورع را مساوی دین و دینداری تعریف میکنه امام صادق علیه السلام فرمودن علیکم بالورع فانه الدین الذي نلازمه و ندین الله بهی و نریده من من یوالینا ازت فرمودند بر شما باد بر داشتن ورع و تقوا پارسایی چرا که ورع همان دینی است که ما از آن پیروی می کنیم و خداوند را به وسیله آن اطاعت و بندگی می نماییم و بعد فرمودند و این وره همان چیزی هست که ما از دوستان و محبین خود می خواهیم. می میکنیم از همراهیتان در ادامه برنامه با هم با صحبت های ارزشمند جناب استاد فسیحی در خدمتان است فهمست. داشتیم درباره اهمیت وره در سیر بندگی خداوند صحبت میکردیم اونم محور گفتگوی ما لخره روایات و احادیثی هست که به اندازه وسع و آگاهی و دانایی ما از اون نکته برمیداریم و تقدیم بینندگان محترم میکنیم بسیار یک خاصیتی که وره در زندگی معنوی ما انسان ها داره ارزش دهی به با انسان بالاخره از دیدگاه اسلام انسان دو کرامت یا ارزش ارزش داره یکی کرامت ذاتی یا ارزش ذاتی هست همون که خدای متعال در سوره اسراء می‌فرماید که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر اون از اون کرامت همه انسان ها برخوردار بالاخره چون مخلوق خدا هست محترم اما یک نوع کرامت دیگه هم هست که بهش میگیم کرامت اکتسابی و اون کرامتی هست که ما خودمان در اثر عبودیت و بندگی یا به میزان تقربی که به خدای متعال پیدا میکنیم از اون کرامت برخوردار میشیم بالاخره از این نگاه انسانها از نظر پرهیزکاری از نظر تقوا یا از نظر بندگی و عبودیت یکسان نیست بالاترین درجه بالاترین مرحله که خدای متعال باز در قرآن میفرماید این اکرمکم ان الله اتقاكم اونجا دیگه همه انسان ها شامل نمیشه فقط کی اکرمه کی بزرگوارتره کی ارزشمنتره در نظر یا در نظر خدای متعال کسی که با تقوا تره که در واقع یک نوعی هم ارتباط پیدا میکنه با موضوع برنامه اما. بله در همین راستا امام صادق علیه السلام میفرماید که پدر ما امام باقر علیه السلام بله. کان ابی یقول پدر ما همیشه میگفت ما یعبعو به من یعمو هاز البیت لم یکن فیه سلاس خصال امام صادق می که پدر ما همیشه می گفت که کسی که در این خانه هست اشاره به خانه خودشون کسی که در این خانه هست اگر سه تا خسلت نداشته باشه هیچ ارزشی نداره و اون سه خصلت حضرت میفرماید که خلق يخالق بهی من صحبه یکی اینکه اخلاقی داشته باشه که بتونه با همنشینانش با حسن خلق یا معاشرت خوب برخورد کنه بله. و دوم و یم یملک بهی غذبه بردباری داشته باشه که بتونه غذبش را و توسط او کنترل کنه زود ناراحت نشه زود ناراحتیش را سر دیگران خالی نکنه و اما سوم میفرماید و ورعون یحجزه عن محارم الله خصلت سوم اینه که کسی که در این خانه هست باید این خصلت داشته باشه که دارای ورعی باشه که اون را باز بدارد از ارتکاب معاصی خدا یحجزه عن محارم الله لخره خدا در به توسط دینش یک سری چیزهای را حرام اعلام کرده میگه این کسی که در این خانه هست باید از این خصلت هم برخوردار باشه که دارای ورعی باشه که بتونه این ورع اون را از محارم یا از معصیت های الهی باز بداره در یک تکه از حدیثی که حضرت امام صادق اگر درست یادم مانده باشه میفرماید که الورع جنتون جنه یعنی سپر دقیقا اینجا هم همون یعنی ارتباط پیدا میکنه با همون تکه حدیث که همونطور که ورع آدم باز میداره از ارتکاب معصیت بله برای چی برای اینکه ورع جنه هست ورع سپر هست همونطور که سپر آدم از بالاخره از ضربه شمشیر طرف مقابل محافظت میکنه و هم آدم از ارتکاب معاصی و محرمات نگه میداره بله باز در قسمت قبل یک حدیث قدسی از زبان حضرت امیر المومنین علیه السلام ساندیم که حدیث بلند بالایی هست در یک قسمت از این حدیث آمده که باز ارتباط پیدا میکنه به این بخش برنامه ما حضرت امیر از زبان حضرت پیامبر صلوات الله علیه نقل میکنه که فرمود خداوند به من گفت یا احمد الورع یفتح علی العبد ابواب العباده یعنی در واقع میخوایم بگیم که آثار ورع یا پیامدهای ورع در زندگی معنوی انسان این قسمت حدیث بیان میکنه میگه که ای احمد ورع چیزی هست که درهای عبادت را بر روی بندگان من باز میکنه یعنی اگر کسی قرار باشه عبادت به با همونطور که در قسمت قبلی گفتیم که ورع آدم به عبودیت یا به خدای متعال نزدیک میکنه ورع آدم به تقرب الهی میرسانه در این قسمت هم خدای متعال میفرمه که درهای عبادت معنی برای بندگان هم واسطه چی باز میشه؟ با واسطه ورع در واقع اگر قرار باشه ب... تصویر کنیم یا به سبک فیلم اینو تصور بکنیم ورع انگار کلیدی هست بله. که دروازه عبادت و پرستش و بندگی خدا رو بروی انسان ها باز میکنه اگر سمان. قرار باشه ما با واسطه عبادت با واسطه پرستش خدای متعال به مقامی برسیم که مقام قرب برسیم به مقام عبودیت برسیم رایش اینه که این کلید باید داشته باشیم و اون چیه؟ ورع بله. الورع یفتح علی العبد باز جالبش اینجاست که یک طور خدای متعال حرف میزنه صحبت میکنه که هیچ کس حق نداره ناامید بشه علی العبد این عبد همه را شامل میشه هر کسی که خودشون را در دایره عبودیت پروردگار بدانه و فرض کنه میتونه از این کلید استفاده کنه و وارد دروازه عبادت خدای متعال بشه باله. اما اون بخشی که باز مربوط به این بخش برنامه میشه اینه که فیکرمو بهی عند الخلق جالبش اینجایه که اثر ورع در زندگی معنوی ما اینه که به انسان ارزش میده شما اگر قرار باشه وره داشته باشین با این وره میتونین وارد در بندگی بشین و در نزد خلق او که رابطه ما رو با خدا برقرار میکنه تازه ما در نزد خلق هم اکرام میشیم بزرگ میشیم خلق خدا و بندگان دیگر, دیگر بندگان خدا هم ما رو با چشم بزرگی میبینه و در واقع همون چیزی که گفتیم کرامت اکتسابی، یعنی بزرگواری بز... یا بزرگی اکتسابی چیزیه که نه تنها در چشم خدا در پیش خدا مقرب میشیم بزرگ میشیم اگر از ورا استفاده بکنیم بلکه طبق فرمایش خود خدای متعال در نزد مردم در نزد خلق خدا هم بزرگ میشیم بسیار عالی و بهی بهی الله عز و جل این هم اثر سوم ورا که ما را به وسال خدای متعال میرسند همونطور که در قسمت قبلی گفتیم که ورا ما را به خدا نزدیک میکنه نزدیک شدن این واژه ها را اگر با دقت بیشتر در نظر بگیریم نزدیک شدن یک چیزه رسیدن یک چیز دیگه اینجا اونجا فرمود برای تقرب خوبه و برای تقرب به خدا خوبه اینجا میگه که و یصل به الى الله عز وجل بالاخره این وره چیزی هست که ما رو به خدای متعال میرسانه به وصال خدای متعال میرسانه چطوری ما رو به خدای متعال میرسانه همین سه تا تکه که از این بخشی از حدیث قدسی برداشت کردیم بالاخره گفت که اولش اینه که دروازه عبادت را بر روی بندگان خدا باز میکنه و این عبادت هم سرآمد این عبادات هم چیه نمازه بالاخره همه اعمال عبادی ما اگر معرفت لازم و کافی داشته باشیم همه اعمال عبادی ما باید قربتا الاله نیت شود درسته؟ مستقل. در غیر از این صورت رنگ بوی بندگی نخواهد داشت در غیر از این صورت عبادت محسوب نخواهد شد وقتی که ما به توسط ورع وارد در بندگی خدای متعال شدیم خدا را با ورع عبادت کردیم خدا را با ورع پرستش کردیم این ورع که یا این عبادتی که چاشنی ورع همراهش هست از یک طرف ما را در زمین دارای کرامت میکنه در زمین در چشم خلق ما رو بزرگ جلوه میده از احترام خاصی برخوردار میشیم البته این در عبادت ما نباید داخل یا در نیت عبادت ما نباید داخل شوه که ما خدا رو پرستش میکنیم به خاطر که مردم مرا خوب بگه این باز واریا قاطی میشه و بالاخره از دایره عبودیت خارج میکنه ما رو حضرت امیر المومنین علیه السلام در یک حدیث معروف فرمود که الهی کفا بی عزن ان ان اکون لک عبدا بالاترین عزت و بالاترین بزرگی برای من همین بس که بنده ایتون و بی فخرن ان تکون لی رب با بزرگترین فخرن برای من همین بس که تو پروردگار منی با این نگاه وقتی مثلا با نگاه اینکه من خدا من عبد هستم و او خدا وقتی وارد دایره عبودیت و بندگی شدیم بله. کار ما میگیره و همونطور که در اول برنامه گفتیم که ما رو به معرفت اول دین اول دین معرفت مست. خدا هست بالاخره سوال برایدم پیش میکی معرفت یعنی چی خب دین خیلی چیز گسترده و عظیمی هست ما چقدر باید معرفت داشته باشیم تا از این برکات دین بهره مند باشیم اینی حدیث حضرت امیر برای ما کافیه معرفت برای عبودیت همین بس که ما خدا رو بفهمیم که تو پروردگار ما هستی بس مستحق پرستش هستی یا سزاوار هست. اینطوری بگیم بهتر سزاوار پرستش هستی من مخلوق تو هستم پس باید چی وظیفه ما اینه که تو را پرستش بکنم طبق همون مناجات زیبای حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه که با همین نام هم معروف است مناجات امام در مسجد کوفه مولای یا مولای انت انت رب و انا العبد تو پروردگار من هستی و من عبد تو اینمی قدر معرفت برای ما کافیه که جایگاه بندگی خود من بشناسیم جایگاه پروردگاری یا خدا بودن خدا را بشناسیم و او را پرستش بکنیم این قدر معرفت برای ما کافیه این از طریق این معرفت این عبادت میتونیم که و به سال خدای متعال هم برسیم بسیار عالی تشکر میکنم جناب استاد فسیحی بزرگوه از اون بیننده خوشمند است باز هم همراهی بفرمایید وقفای دیگری خواهیم داشت و میان برنامه و انشاءالله باز هم پس از مشاهده این بخش با شما خواهیم بود تشکر میکنم از اینکه همچنان با برنامه خودتان همراه هستیم بینندگان عزیز صحبت ما درباره جایگاه و اهمیت ورع هست و ارتباط ورع به دینداری و سیر عبودیت که همه برای این امر خلق شدیم آنچنان که خداوند متعال میفرماید و ما خلقت الجن و الانسه الا لیعبدون ما جن و انس را خلق نکردیم مگر اینکه خداوند متعال را بندگی و پرستش بکنن مهمترین امری که در مسیر بندگی و دینداری تعریف شده بر اساس آنچه که تا این لحظه فرا گرفتیم مبحث ورع هست و اینکه انسان در حدی از محرمات پرهیز بکنه که حتی از امور شبهناک و اموری که احتمال گناه درش هست پرهیز بکنه در روایت نورانی از خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم نقش شده که فرمودن افضل الدینکم الورع برترین اعمال دین شما داشتن ورع و پرهیز از محرمات سر خدمت فسیحی در خدمت جناب استاد فصیحی هستی بفهمید داشتیم درباره اهمیت ورع در سیر بندگی الهی صحبت می کردیم و صحبت رو در هر بخش اینطوری آغاز می کردیم که یکی از دقدقه های دینداران یا ما که حالا دعای دینداری داریم اینه که چی باشه و چی نباشه بالاخره در این بخش این اینه عرض کنیم که باز یکی دیگر از دقدقه های ما پیروی از اهل بیت اسمت و تهارت هست بالاخره ما اون را تب آنان را طبق باورهای دینی و اعتقادات دینی من انسانهای انسان های معصوم و گل های سرسبت آدم خلقت میدانیم و به همین خاطر یکی از دقدقه های ما اینه که پیروان واقعی آنان باشیم تا هم در کنار آنان یا به دنبال آنان به مقام قرب و وصال حق حق برسه بنابراین لازم است که نقش وره را برای تأمین این دغدغه صحبت بکن بسیار یعنی وره چقدر ما رو میتونه به اهل بیت نزدیک کنه و اینکه این, دغدغه دینداری ما را چقدر میتونه تأمین کنه بسیار عالی. در همین راستا حدیث از امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت میفرماید انما اصحابی من اشتد و ورع ورعه و عمل لخالقه و رجا ف فهؤلاء اصحابی بالاخره ما در دنیای اسباب و مسببات خیلی چیزها را از روی نشانه ها میشناسیم حتی خدای متعال خودش را طور معرفی کرده که خواسته اگر خواستید ما را بشناسید از روی نشانه ها و آیات بشناسیم شش تا آیه در قرآن داریم که و من آیاته ان خلقا معرفی میکنه که مثلا از طریق این نشانه ها میتونیم خدا رو بشناسیم در این حدیث هم حضرت امام صادق میفرماید که اگر میخواین پیروان واقعی ما و اصحاب نزدیک ما رو بشناسین دو سه تا نشانه داره اگر قرار شد کس دیگر رو بشناسین که از ما هست یا نیست ببینین این نشانه ها درش هست یا نیست اگر میخواین خود شما بفهمین که پیرو واقعی امام صادق هستید یا نیستید باز ببینین این سه تا نشانه در وجود شما هست یا نیست این سه تا علامت در زندگی شما جرایان داره یا نداره باز اگر داشت که خدا را شکر اگر نه این سه تا نشانه در وجود شما نبود سعی کنین کسب کنین کس تا این دغدغه دینداری که دارین تامین بشه حضرت میفرماید که اصحاب ما کسی هست که اصحابی نسبت به خودش میگه صحابه من یا رفیق و همراز و همراه من کسی هست که اشتد در او، ورع شدید باشه ما یک نکته جالبی که از این بخش حدیث حضرت متوجه میشیم این که ورعه هم درجه درجه وقتی چیز شدید هست یعنی ضعیف هم داره دیگه ولی امام صادق میگه نه اصحاب من اون کسیه که ورعه شدید باشه قوی باشه اونقدر قوی و محکم باشه که او را از هر معصیتی از هر گناهی که چه کنیم حتی از هر عمل شبهناکی از هر عمل مشکوکی هم محافظت کنه اونو کس میشه اصحاب من سیاره. و, و البته دو تا, تانش... نشانه دیگه هم میفرماید که و عمل علی خالقه و عملش برای خالق و پروردگارش باشه نه برای کسی دیگر نه برای خودنمایی نه برای ریا و نه اهداف دیگر و رجا ثوابه و ثواب عملش رو هم فقط از خدا توقع داشته باشه داشت با خیلی وقت خیلی وقتا یک عمل رو برای کسی حالا متعلق عمل ما ممکنه انسانهای دیگری باشه همونطور که در حدیث اول درباره ماه شعبان عرض شد که بهترین عمل در این ماه صدقه هست خیلی وقتا ما همه صدقه را از روی اینکه خود داریم خدا را بندگی میکنیم انجام میدیم متعلق این عمل ما چیه بندگان خدای بحزب. ولی ثوابش را باز از جای دیگه توقع داریم عکس میگیریم سلفی میگیریم پخش میکنیم خلاصه لا تبتلو صدقاتکم بالمن و اینطوری عمل نیکی من را خراب میکنیم خراب. ولی؟ امام صادق میگه که نه اصحاب من او کسیه که ثواب عملش رو فقط از خدا خواه. طلب بکنه بسیار عالی فرصت نداریم جناب استاد ولی خیلی دوست داشتیم که هم در این رابطه فرمایش شما رو بشنویم خیلی مفصل ارزشمند و در واقع کاربردی هست که انشالله بتونیم عمل بکنیم بیانگان عزیز از همراهیتون تشکر می کنم ان شاء که بتونیم همهمون اهل ورع باشیم تا به این وسیله دیندار حقیقی باشیم با همان مراجعات زیبایی که جناب استاد در برنامه فرمودن برنامه خاتمه بخشیم از امیرالمؤمنین علیه السلام که